سوالیش. با چله برن؟ جون دادن؟ بسیار هم عالی دیگه، جوانی بود و این همه دردسر. با یک دونه دیگه از برنامه های ویژه فستیوال ایرانیان در خدمت شما هستیم. اگه تازه با ما همراه شدید، فستیوال خانوادگی ایرانیان ششم جولای سال 2013 روز شنبه بعد از لانگ ویکند روز ملی کانادا، همون کانادا دی که میشه اول جولای، 6 جولای میشه فستیوال ما. برای اطلاعات بیشتر میتونید وبسایت www.pejanfamilyday.com مراجعه کنید یا با شماره 416-5000 جیمز باند یا همون 5027 تماس بگیرید. دوست خوبم پویا کوهکیوی اینجاست با من طبق معمول. سلام پویا جان، چطوری؟ خوبی؟ مرسون. خب از پویا از آکادمی مستر رضا پیش ما هستش، ببخشید مستر رضا. ولی آره پویا جان، برنامه اون روز چیه؟ یعنی اینا رو پرسیدم ولی میخوام بدم برنامه، یعنی کی برنامه ریزی کرده، کی طراحی کرده حرکاتو، کی میگه چیکار کنیم، کی میگه چیکار نکنیم. حالا عرضم به خدمتتون برنامه رو که همونجور که خودتون گفته قبلا ما توضیح دادیم. برنامه والا طراحی برنامه که مثلا کی چی کار کنه، کی چی کار نکنه، کی چه جوری بیاد تو، که اون قسمتش با من هستش که مثلا طراحی اسکیت و تا اون دعوایی که یا اون نمایش خیابون. اسکیت چیه؟ اسکیت ما اسمش که گذاشتیم تئاتری که ما انجام میدیم. شما اسمش گذاشتین یا اسمش هست؟ نه اسمشو حالا بچه ها خودمون اسمشو گذاشته. اسکیت میشه معنیش تئاتر خیابون، یه تئاتر میشه معنی فارسیش. ولی کلا بخوای یه دونه تئاتر که مثلا نقش دادن به بچه‌ها رو، ما رو یه دونه اسکیت مثلا گذاشتیم که هر کسی یه نقشی میگیره، اصطلاحاً ما اینجوری گذاشته اسمشو. در اینکه مثلا بچه‌ها کی چه جوری بیاد، کی چه جوری بره، کی مثلا چه جوری حمله کنه، یا اون ضربه که مثلا چجوری نشون میده، اون طراحش اون قسمتش با من هستش، اونو که انجام میدم. البته مستعان است، اونجوری هم نیستم نه حتما باید کارو بکنی. تو همونجوری که گفتم ما تو تیممون خیلی خیلی بچه جو دوستانه داریم و از وقت مثلا خودم دیگه واقعا ایده نمیکشه، چون که ما تیممون نزدیک 20 نفر، اون 20 نفر مثلا من بخوام واسه هر کدومشون یه پارتی بخوام بگم، خب دیگه مثلا نمیشه. بعدش هم باید یه جوری باشه که اون پارت تکرار نباشه. یعنی هر موقع که مثلا من این پارت مثلا دو تا از بچه دارم کنه، نباید با اون پارتی که مثلا بچه دادن همون چیزا ارائه بشه. واسه همین یه ذره اون کار سخت هستش، ولی سعی میکنه مثلا اون کارو انجام بده. طراحی اون قسمت با من هستش، به اضافه هم فکری بچه دوست خوبم شاهین انجام میده، سامان و همینجور بچه هم هر کدوم آیدیا داشته باشن قبول میکنم. چیزی که با بدنشون بخوره، چون فیزیک بدنی باید نگاه کنیم، یه سری تکنیک با یه سری بدنا نمیخوره، یه سری باید تغییر بده. چرا خودت هیچ موقع اون وسط حرکات نمیزنی؟ والا من تا اونجا تا اونجایی که بشه خودم میگوشه کنه، بیشتر دوست دارم بچه‌ها انجام بدن. اگر مثلا ببینیم کسی نتونه اون قسمت رو انجام بده، یا مثلا واقعا اون پارتو توی حالا یا گود گایش یا بد گایش یا قسمتی که داریم کم میاریم، میرم همیشه سعی کردم خودم کمتر بدم، چون که دور دور بچه خودمون هست، جوونا دیگه، جوونا دور دور جوون هست بچه هم. من لجت رو چون که ورزشکاری لجت میخوام قسمت غذا رو الان معرفی کنم. ای بابا، انواع غذاهای خوشمزه ایرانی از جمله کباب، جوجه کباب تا خورشت و برنج که میشه چلو خورشت، چلو کباب، چلو جوجه کباب. انواع ساندویچ های سوسیس و همبرگر و فرایز و از اون چیز بدایی که برای بدن اصلا خوب نیست، بدمزه ها. انواع تنقلات از پشمک تا پاپکورن و ذرت مکزیکی و همینطور آب میوه و همه چی داریم اونجا. ما اصلا یک چیزایی هستش که بیاید ببینید چه خبر میشه. من نمیدونم الان بسی که باید بریم اتاق فرمان. نه نمیخوام بریم اتاق فرمان، این میخواد مصاحبه کنه با من. این میخواد بفرمایید مصاحبه کنه. آقا ما اصلا بخوام مصاحبه نکنیم، بجاش من چند تا کلمه بگم. بگو عزیزم، بگو. این کلمه ها رو بگو، هر کدوم کلمه که اولین چیزی که به ذهنت میاد چی؟ قبول آقا، شما قبول داری؟ منم قبول دارم. بفرم. خب اولیش استیج. استیج تقریبا خانه دوم. ساز. ساز همدم. استقلال. شیش پرسپولیس. قرمز. سوتی. سوتی احد. احد ویب سایت. آه میریم اتاق فرمان برگردیم. یه روز گفتی تا بعد دوستم داری،
بازم وقت بخیر میگم خدمت تمامی بینندگان عزیز. در خدمتتون هستیم با فستیوال خانوادگی ایرانیان 6 جولای 2013 روز سه‌شنبه بعد از لانگ ویکند. خب اجازه بدید باز مجدداً من یک سری از اسپانسرهای عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. جواهری دنیا در پلازه ایرانیان رو ما داریم. جامعه رضا ناظم و خانم آذین وکیلی سرویس‌های مهاجرت رو دارن. سرکا خانم فرح جاهد انواع بیمه و سرمایه‌گذاری. فریبا لیزر سرویس‌های زیبایی و لیزر، سایان استودیو، استودیو عکاسی و فیلم برداری، دیجی سیامک قدیمی ترین دیجی و ام سی حرفه‌ای تورنتو، دیجی امیر 3000 که دیگه همین میشناسین، فعال ترین دیجی شهر، پرو 19 جوار فروشی در ریچمونتیل هستش، بعد هیوندای ریچمونتیل، جناب آقای ارشیا شیرازی، مشاور وام مسکونی و تجاری، جناب آقای محمد رحیمیان، بیمه‌های عمر، درمانی، مسافرتی و سرمایه‌گذاری، مستر رضا تکواندو و آکادمی ون کوتل، تلفن‌های راه دور به ایران، سرکار خانم میسیس جیم، زیورالات دستساز با سنگ‌های طبیعی و باراکا ویدینگ، سفره‌های زیبای عقد و سرم خاویار لاسیین. و از خوردنی‌ها هم که طبق معمول شیرینی پاپا، کیک شیرینی و با تمام کیک‌های خوشمزه‌اش در خدمتشون هستیم. خب حالا از اینا گذشته بریم خدمت یک مهمان ویژه، سرکار خانم فریبا نامور راد، کارشناس امور مهاجرت، در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنیم، خیر مقدم می‌گیم خدمتشون و خوشحال می‌شیم که توضیحاتی بدید اول در مورد بیزینستون و حالا می‌رسیم به فستیوال. خواهش می‌کنم، متشکرم از دعوت شما و منم سلام می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیزتون در تلویزیون و هر جا که صدای شما رو میشنوند و تصویر شما رو میبینند. من فریبا نامورراد هستم، کارشناس رسمی مهاجرت، عضو ICCRC و در فستیوال ملسمن حتما در خدمت شما هستیم با برنامه خوبی که دارید و با خدمت به جامعه ایرانیان عزیز در کانادا. خب خانم نامورراد، همه دوستان میخوام بدونن که خب حالا به غیر از سرویس هایی که شما در طول سال برای ایرانی عزیز دارید، مثلا در این فستیوال خب بالاخره یه سرویس های ویژه‌ای، پروموشنی، حالا نمیدونم هدایایی، یه اسپیشیال آفر هایی ممکنه وجود داشته باشه، در این مورد چیز خاصی که 100% باید باشه، حالا نمیدونم چیزی چی دارید برای دوستان عزیز، بالاخره شاید جذب خالی از لطف نباشه، ممنون میشم. بله، ما توی فستیوال ملسمن ضمن اینکه خب سعی میکنیم که خوش آمدگویی بگیم به همه ایرانیان عزیزی که میان، مخصوصا مسافرین خیلی زیادی که از ایران تشریف میارند، زمینه این که میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم. الان چند تا زمینه مهاجرتی جدید باز شده، برنامه جدید مهاجرتی نیو داریم که از طرف گاورمنت کانادا اعلام شده و ما میتونیم به صورت رایگان تا جایی که بتونیم و وقتمون اجازه بده این اطلاعات رو در اختیار عزیزانمون بذاریم که اونایی که چه اونایی که میخوان پرنسشون رو اسپانسر کنن، پدر مادرشون رو اسپانسر کنن، چه کسانی که عزیزانی در ایران دارن و میخوان یه جوری یه راهی براشون پیدا کنن که وارد کانادا بشن. خب پس خانم نامورراد، پس ما این مژده رو به تمامی ایرانیان بدیم که امسال تو فستیوال با تمامی پکیج‌های ممکن، انشالله، تمامی قوانین جدید مهاجرت با توجه به تمامی تغییرات شما میتونید در خدمت دوستان باشین. باعث افتخار ما هم هست که شما افتخار. خیلی متشکرم. میریم پیش نیم، میریم پیش مانی عزیز، باز برمیگردیم. جان خودم آخه اصلا نفهمیدم این چیزا که میریزه چیه؟ سیب زمینی پوسکنده است، لیمو پوسکنده است، چیپس. خواهش میگم هر کی فهمید با شماره 416-500-3070 تماس بگیره، به نفر اول جایزه میدیم. خودم هم نمیدونیم چیه، هر کی نزدیکتر بود به جواب بهش جایزه میدیم. خب منو نادر هستیم، گروه مادر و در خدمت شما هستیم. دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم. من دوربینم نمیدونم اونه. سلام، خوب هستین؟ بله، فستیوال خانوادگی ایران، ایران، واه
سوتی فستیواله اصلا حد نیست امروز صفا نداره اصلا دیگه مجبور آدم خودی سوتی فستیوال خانوادگی ایرانیان ششم جولای 2013 میدان ملسمن بالاتر از شپل پایینتر از فینچ ایستگاه مترو نورث یورک سنتر 12 ظهر تا 10 شب پر از برنامه ماز اصلا دیگه نمیدونم دیگه واقعا دیگه این همه توضیح داریم دیگه واقعا بخوایم بازم توضیح بدیم این انصافه نادر جان بیا من نفسم بنده باشه شما یکم توضیح بده حالا توی این استودیو نشستن سخته پیش تو اولین بار من این طرفم دارین که خواهش از فرق خیلی جوش با اون طرف حالا هوای اون استودیو رو آوردیم از سیتی دادم نه جو اون طرف خیلی فرق می‌کنه پیش شما نشستن سخته چون فن بیان خیلی خوبی داری فستیوالی که برگزار میشه خب فستیوال خیلی خوبی خواهد بود امیدوارم که باشه از تیم 200 نفره رادیو رویا حداقل 70 80 نفر برای پذیرایی شما دوستان در اون روز خواهند بود و غرفه‌های زیادی وجود داره برای ارائه خدمات به شما دوستان جایزه اینقدر جایزه میدیم بهتون یعنی دیگه از کوچکترین چیز گرفته تا مایو دفعه پیشم گفتن خیلی جایزه داریم از ظهر شروع میشه یعنی 12 نمیگم حالا دیگه 12 ظهر همه بیاین ولی فکر نکنید که اوایل هیچ چیز فقط موزیک برنامه ها شروع میشه مسابقه داریم اجرای زنده داریم رقص داریم چیز داریم اینجا من نوشته بودم بسیار هم جالب بود گروه بلی دنسر داریم برای اولین بار یعنی یکی دوتا نیست یک گروه میان با نوازنده های پرکاشن پویا کوهگیویون پشت داره الان بلی دنس میزنه و منم باید خودم کنترل کنم خیلی برنامه ها مفصله و همینطور چیز میخوای اضافه کنی؟ من توی این زمان باقی مونده خدمت شما دوستان عرض بکنم که تمام غرفه که وجود داره یک غرفه کاملا متفاوتی وجود داره غرفه شهرزاد به اسم استیشن شهرزاد جورنی هست مانی هم همینطور که میدونه همه راجبش صحبت کردن اون روز ضمن اینکه تشریف میارید برای گذراندن یک زمان مفرح در کنار خانواده و استفاده کردن و بودن در کنار هنرمندان و تفریح کردن شما دوستان اون روز با گذاشتن 5 دقیقه از زمان خودتون میتونید یک تستی رو اونجا بدید برای پیوستن به بانک جهانی DNA که خدای نکرده اگر روزی اتفاقی برای یکی از عزیزان ما افتاد و یا در همین حال حاضر برای کمک کردن به تمام بیماری‌های سرطانی که درگیر این بیماری هستن و با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کنن بتونیم به اونها کمک بکنیم ما ایرانی‌ها همیشه پشت هم بودیم و یک بار دیگه این رو اون روز ثابت خواهیم کرد در 6 جولای بله منم یک چیز دیگه عرض کنم اولا که آرزوی سلامتی برای شهرزاد دارم و همینطور تمام بیماران ما این بحثی که بین استقلال و پرسپولیس می‌کنیم به خاطر قسمت طنز برنامه است و یعنی درسته من خودم پرسپولیسی ام ولی با استقلالی هیچ مشکلی ندارم الان استقلال خب خیلی داره خوب پیش میره ان شاء الله هم اینجوری پیش بره دعا کنید سه شنبه تیم ملیمون کره رو سوس کنه که دیگه اینجوری مربیش هم اینجوری نکنه یه امتیاز می‌خوام به هر حال قربون شما برم فستیوال بسیار خوبی خواهیم داشت و همینطور از همینجا روی ماه تک تکتون میبوسم در هفته دیگه فکر کنم دوباره باهاتون خواهیم بود دوستان عزیز از شبکه تن تی وی میتونید مسابقه ایران و کره جنوبی رو تماشا بکنید به صورت لایو و زنده و امیدوارم که فرقی نمیکنه مساوی کنیم 4 تا پشت سر هم ببازیم 6 تا یومو بکنیم فرقی نمیکنه تیم ملی و عشق قرمز و آبی هم به هر حال همیشه بوده همیشه هم خواهد بود زنده باد ایران زنده باد ایرانی زنده باد استقلال پرسپولیس خدا نگهدار خداحافظ